خدا یه اسکندر پله‌هاش رو ببین چه شکلیه. بعد تخت جمشید ما رو ببین پله‌هاشو ببین. اینجا باید بگیم سلام ازمیر. تابی جان بیا. آدم از این کانال یوتیوب رو ببینیم. میره ساما. زد به این لوله های کامیونت انداخت لوله هاشون. خب بینندگان عزیز، بالاترین نقطه ازمیر که میشد بیایم اومدیم به کادیف کاله یا پاگوس که میگم به دستور بویوک اسکندر، اسکندر مقدونی ساخته شده. ترکا میگم بویوک اسکندر یعنی اسکندر بزرگ، ولی واسه هر کی بزرگ بوده بر ما جوجه است بابا اسکندر. بعد اصلا یه دیدی داره به کل ازمیر. حالا اون طرف هم هست مردم کپرنشینن و من تو اتوبوس که می اومدم یه سری سوریا بودن و که اینجا گویا محله ارزونیه دیگه، اینجا میان زندگی میکنن و خونه‌هایی که اینجا میبینیم همه حلبی آباد توریه. و اون منظره زیبا ببینید. حالا ما اول بریم داخل قلعه رو یه دوری بزنیم ببینیم اسکندر چیکار کرده اینجا رو، و بعد بریم به سمت گرفتن فیلم پانوراما از کل ازمیر. تابی جان گل آدینز نه؟ محمد آبی. محمد مملکت نره؟ مردین آبی. کاش چشنده سن؟ 17 آبی. 17 بینیم کانال یوتیوب دیگه که آبونه اولیم اونتمایی آلیم آبی. میره سامان. میره سامان. میره سامان. ممنون اولدوم. میره سامان آبونه اول سیزه گندرجم کانال دا داره به دوستاش میگه میره سامان. و اینجا چه نمایی دارن، غروب خورشید و حرومش باشه اسکندر، غروب خورشید از اینجا میده. قله کدوم باره؟ با کاله؟ بله درست داشتیم میرفتیم، شک بر ما غالب شد یه دورایی شد. و اینجا هم ببینید دیواره هایی که اینجا هست نشون میده که محله قدیمیه. میره آنلامده علیکم سلام کلاهی هرسی میگم چی میگی؟ میگه سلام علیکم گفتم. اولالا عجب ویوی داره، ببینید اون دروازه اون پایین رو. طبیعی که کاله چنده براسه مه؟ اوه کاله چنده کامرا و میکروفون یپ یپ ایکی کنوش مرچه سن یپ کنوش سوال گل گل biraz kale için bilgi ver. Tabii olabilir. Nahirlerde böyle burada oturuyor. Ya sağ. Tövün Emin. Maşin ama için de gel ve vurdu şey. Hodayı Eskender pellaşı ve çe şekliye. Bak pel tahtı Cemşid'i mor bir pellaşı ve beni. Hiç pelleyi neydi? Mesela pelleyi tahtı Cemşid'i kodum başı kuda vakili. Vah vah incarı ve beni. I don't know. همطور که میبینید چیز زیادی از این قلعه نمونده به غیر از همین دیوار ورودیشو، و البته گفته میشه که منبع آب و حالا مسجدی که توش هست و از دوره هلنیستیک و روم هم در دیوارهاش یه سری امضاهایی هست که اون دوره ها هم اینجا روش کار کردن، ولی خب میگن به دستور اسکندر ساخته شده. زمان اسکندر هم حدود 360 سال قبل از میلاد مسیح بوده. طبق معمول قلعه ها به کل شهر احاطه داشته، همیشه یک جایی از شهر که در بالاترین ارتفاع بود و دید خوب پانورامایی داشت معمولا تو این شهرهایی که من دیدم تا اینجا قلعه درست میکردن که بتونن حرکت دشمنان رو زیر نظر داشته باشه. و فوق العاده پله های، البته خب اینجا قلعه است دیگه، من دارم با یک کاخ مقایسهش میکنم به اسم تخت جمشید، ولی خب ما اینجا کاخاشون هم رفتیم دیدیم جاهایی که خلاصه شهرهایی که امپراتوراشون هم همونجا زندگی میکردن دیگه، ولی پله های تخت جمشید واقعا تک، حالا جدا از تعصب این چیزا یه سری چیزا اینجا دارن که قشنگه. اون هم البته مال رومی هاست، مال دوره بیزانس، معماری های قشنگ و زیبایی که دارن. ولی خب قسمت مردیون به قول ترکا پله هنوز آنچنان قدرت تکنیک ما رو نداشتن. این در ورودی قلعه است.
دوبی بزنیم داخلش رو ببینیم آب انبارش کجاست. اونجا هم گویا مخزن آبش بوده که چشمش بوده، اینجا که ورودیش بسته است. داخل قلعه هم اینجا صنایع دستی میفروشن. تو که ببینید عروس توماد آوردن. بله گلین اومده، گلین اومده قلعه اسکندر عکس بگیره، عکس یادگاری. دیدین اونجا عروس اونجاست، عروسشون هم کاپالیه. اینجا به با حجاب میگن کاپالی، به بی حجاب که ما میگیم اوپنه، اینجا میگن آچک. این ورم یک در دیگه داره، یک مردون دیگه داره. این ور میتونید برید بالا دوباره. واو ببینید اینجا باید بگیم سلام ازمیر، چقدر زیباست. این وچه قلعه به سمت دریای اژه دید داشته و اون وچه قلعه به سمت کوههایی که تو سمت غرب ازمیر هستن، ببخشید شرق ازمیر هستن، دید داره. و از اون قلعه هایی که اونجا حالا یه دونش رو میریم که بگیریم. و چه غروب زیبایی اینا میبینن از این بالا توی دریا. ما دقیقا محل سکونتمون اونجاست، کناک. خود قلعه، ویو هایی که قلعه داره زیباست. و البته این راه خوفی که هیچ جای دست نداره. بر فراز ابرها شنیده بودین اینجا بر فراز درخت هاست. دقیقا بر درخت ها اینجا فرش شد. فاصله حدود 30-40 متر داره اینجا. با پایین رو نگاه کنید. درخت ها اینجا رو یه زمینی درست کردن، بسیار جای تهلیکلیه به قول ترکا. بریم که تمام شد دیگه، تمام قلعه هاشو فتح کردیم، بریم پایین که داشته باشیم. کاش تکیم چی بر؟ اون آلتی بین فلا او ماشالله آدم اینه. کل ازمیر در یک نگاه، ولی راه خیلی خوفیه ببینید. اتمام گشت زنی در قلعه زیبای کادیف کاله، همونجور که گفتم بیشتر از اینکه قلعهش به چشم بیاد، مناظر و ویوی که به سمت ازمیر داره و دریای اژه، و از این مسیرش که باید بری به سمت پایین، اینجا هم ویوی خیلی قشنگی داره ببینید.